سلام، بریم سراغ بررسی و تحلیل مناظره ترامپ و هریس. نماینده جمهوری خان در نبرد با تیم مجریان و نامزد دموکرات ها مغلوب شد. رقابت 3-1 بود. کامالا هریس با آمادگی کامل برای مناظره با دونالد ترامپ اومده بود و تقریبا به هر هدفی که داشت رسید و نفر اول جمهوری خانه در هر تله‌ای که میخواست انداخت. دموکرات ها مجریان مناظره ترامپ و بایدن در شبکه CNN و متهم به عدم راستی آزمایی حرفای ترامپ کرده و از مغرضان نبودن متولیان اون مناظره گله‌مند بودند. اما لیبرال ها امروز قطعا انتقادی از مجریان مناظره دونالد ترامپ و کامالا هریس در شبکه ABC نخواهند کرد. یه عکس هم دارم اینجا الان براتون میذارم، یه اسکرین نگاه کن. خود اون مجری که توی مناظره حضور داشت که ما فاجعه CNN رو دیدیم، نمیتونستیم ترامپ رو فکت چک نکنیم، نمیخواستیم بذاریم هرچی دلش میخواد همینجور بگه و رد چه بره، کسی یقش رو نگیره. یعنی خودش داره میگه رقابت دیگه 3-1 بود. پیش از بررسی و تحلیل سوالات و پاسخهای دو طرف مناظره، باید درباره این که چرا و چگونه برخی از سوالات پرسیده شده بود یه ذره صحبت کنیم. چند پیش یه نظرسنجی تو نشریه نیویورک تایمز انجام شد، علاوه بر این که ترامپ رو پیشتاز رقابت نشون داد، بلکه دو نکته مهم از افکار عمومی رو هم به حزب دموکرات نشون داد. در یکی از سوالات از مردم پرسیده شده بود که آیا کامالا هریس خیلی لیبرال است؟ در سوال مشابه هم پرسیده شده بود که آیا دونالد ترامپ خیلی محافظه‌کار است؟ درصد بیشتری از مردم معتقدند که نماینده دموکرات‌ها خیلی لیبراله، اما درصد کمتری گفته بودند ترامپ خیلی محافظه‌کاره. به همین علت هدف و نحوه پرسیده شدن برخی از سوالات در مناظره ABC این بود که ترامپ رو مردی افراطی‌تر و هریس رو زنی میانه رو جلوه بدن. بخش دیگری از این نظرسنجی نیویورک تایمز نشون میداد که درصد بیشتری از مردم از برنامه‌های کامالا هریس برای دولت جدید اطلاعات چندانی ندارن، اما اکثر افراد با برنامه‌های ترامپ آشنا بودند. بنابراین سوالات به نحوی از کامالا هریس پرسیده شد که برنامه‌های وی را به مردم آمریکا معرفی کنه. به قول معروف سوالاتی که با چرا و چگونه و چطور شروع می‌شد از کامالا هریس پرسیدن، اما مجریان با پرسیدن سوالات بله و خیر از ترامپ می‌خواستن او را در کنج گیر انداخته و یا بازی نماینده جمهوری خانه خراب کرده و او را فردی لجباز و تندرو نشون بدن. واژه آمریکایی مجری مناظره میشه مودریتر. این لغت معنی داور یا ناظم هم داره. در مجموع نحوه برخورد مجریان / ناظمان مناظره شبکه ABC با نماینده دموکرات‌ها دلسوزانه و رحیمانه بود، اما اونا با ترامپ به مانند یک مجرم تصویر حساب کردن. این مسئله در توییتر نیز ترند شد و در صدر اظهارات مردم قرار داشت. یه ویدیو درباره عدم اعتماد مردم آمریکا علل خصوص جمهوری خان به رسانه‌ها ساختم. توی این مناظره به وضوح می‌بینین چرا نیمه راستگرای آمریکا از رسانه‌های جریان اصلی متنفره. محبوب ترین فرد راستگرا رو آوردن توی این مناظره، می‌خواستن سرشو ببرن. بریم سراغ مناظره. ورود ترامپ و کامالا هریس به سالن کوچک مناظره. ترامپ به گونه‌ای وارد سالن شد که انگار قصد دست دادن با حریف خودشو نداشت، اما هریس به سمت ترامپ رفت و دستشو دراز کرد و لحظه‌ای بعد خودشو به ترامپ معرفی کرد. مجریان ناظمان اولی مناظره میان کامالا هریس، دونالد ترامپ، دیوید مویر و لینزی دیویس بودند. با اینکه کامالا هریس به دفعات نام ترامپ رو در طول برنامه به زبان می آورد و به سمت ترامپ نیز نگاه می کرد، اما نماینده محافظه‌کاران فقط از ضمیر مؤنث و جمع برای اشاره به کامالا هریس استفاده می کرد. هیچ وقت با هریس چش تو چش نشد. سوال اول مناظره درباره اقتصاد گرونی بود. سوال مجری از هریس، رئیس جمهور ترامپ به دفعات از مردم آمریکا پرسیده است که آیا در دوران او وضعیت معیشتی بهتری داشتن یا در دوران بایدن و هریس؟ آیا شما معتقدید که وضع اقتصادی مردم نسبت به 4 سال پیش بهتر شده است؟ کامالا هریس میدونه که وضع اقتصادی اغلب مردم در دوران ترامپ بهتر از وضع امروز اوناست. بنابراین به جای اینکه جواب سوال بله خیر رو بده، مانند یک سیاستمدار جواب سوالی که از او پرسیده نشده بود داد. جواب هریس نیاکو، من در یک خانواده طبقه متوسط بزرگ شدم و تنها فردی روی این صحنه هستم که میخوام به یاری طبقه متوسط بشتابم. من میخوام اقتصاد فرصت ها رو بسازم. هزینه های زندگی بالا رفته و با گرانی و کمبود مسکن مواجه هستیم. من میخوام مالیات خانواده ها رو پایین بیاورم تا آنها تمکن خرید خانه، ماشین و صندلی کودک را داشته باشن. So that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. من میخوام معافیت $50,000 از مالیات رو برای کسب و کارهای کوچک منظور کنم، چون آنها پشتوانه آمریکا هستند. اما حریف من میخواد مالیات رفقای بیلیونرش را کاهش دهد که کسری 5 تریلیون دلاری رو بر کشور به همراه خواهد داشت. او میخواهد مالیات 20% را روی فروش کالا بکشد. اقتصاددانان پیش بینی میکنند این طرح هزینه های خانوارها را سالانه $4,000 افزایش خواهد داد. Economists have said that that Trump sales tax would actually result for middle class families in about $4,000 more a year
جواب تهران به مسائل اقتصادی. اولا من هیچ برنامه‌ای برای اعمال مالیات 20% رو فروش کالا ندارم. این حرف دروغ بوده و او می‌داند. ما می‌خوایم تعرفه واردات کالا رو منظور کنیم. First of all, I have no sales tax. That's an incorrect statement. She knows that. We're doing tariffs on other countries. باقی کشورها بالاخره بعد از 75 سال مجبور می‌شوند که هزینه تمامی زحماتی را که برای آنان کشیدیم رو بپردازند. Other countries are going to finally after 75 years pay us back for all that we've done for the world. من میلیاردها دلار را از چین گرفتم. حقیقتش رو بخوای آنقدر سیاست من خوب بود که بایدن اونا رو لغو نکرد. ما تعرفه واردات رو برای دیگر کشورها نیز منظور کرده بودیم. هیچ تورمی در کشور به وجود نیامد. اما الان تورم خیلی بالاست. میگوین که مجموع تورم در 4 سال اخیر به 21% رسیده است. البته با ارفاق. خیلی از چیزا 50-80% بالا رفته است. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. مشکلات مالی طبقه متوسط بسیار زیاد شده و علاوه بر این مسائل بحران مهاجرت نیز داریم. میلیون ها نفر از زندان ها و دیوان خانه های دیگر کشورها ریختن در کشور ما. آنها همینجوری میان داخل کشور شغل های سیاه‌پوستان و لاتینوها رو میگیرن. اتباع بیگانه ساختمان ها رو قراق میکنن، دست به خشونت میزنن. ما باید این افراد رو از کشور بندازیم بیرون. These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. من یکی از قوی ترین اقتصادها رو در تاریخ کشور ساخته بودم. دوباره این کار رو میکنم و حتی اقتصاد بهتری خواهم ساخت. هریس در ادامه نوبت خودش بیکار شدن میلیون ها نفر در دوران کرونا رو برگردن ترامپ انداخت و اشاره به حوادث ششم ژانویه کرد و گفت او مسبب بدترین نمونه حمله به دموکراسی از جنگ داخلی به بعد بوده است. ما بعد از ترامپ آمدیم و خرابکاری های او را جمع کردیم. دونالد ترامپ left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy. شما امشب دروغ های بسیاری را خواهید شنید. شما امشب از برنامه بسیار خطرناک پروژه 2025 آگاه خواهید شد. اولین تله‌ای که هریس بر ترامپ گذاشت اشاره به پروژه 2025 بود و تونست حریف خودش اینجا گیر بندازه. این برنامه در حدود 800-900 صفحه و شامل یک سری از مواضع عادی محافظه‌کاران تا برخی از سیاست‌های افراطی مذهبی اونا هست. یه جوری دست اسلام‌گراهای افراطی داخلی اپوش بستن تو بعضی از موضوعاشون. ترامپ در پاسخ به این اتهام گفت اولا همونطوری که هریس میدونه پروژه 2025 هیچ ارتباطی با من نداره و من این برنامه رو نخوندم و نمیخوام بخونم. گویی یک سری آدم دورم جمع شدن یک برنامه رو نوشتن که یک سری از جزئیاتش خوبه و برخی از اونها هم بده. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. همه میدونن برنامه من چیست. کاهش مالیات. ما تا قبل از اپیدمی کرونا اوضاع اقتصادی بسیار خوبی داشتیم. در ضمن عملکرد ما در دوران کرونا نیز خیلی خوب بوده، اما کسی قدر زحمات ما رو نمیدونه. اما دولت بایدن و هریس به استخدام مجدد کسانی که در دوران کرونا بیکار شدن افتخار میکنه. هریس مجددا اظهاراتی کرد تا بتونه اعصاب حریف خودش رو خراب کنه. دونالد ترامپ هیچ برنامه‌ای برای شما نداره، ولی اگه به برنامه او نگاه کنید خواهید دید که او میخواد مالیات ثروتمندان را کاهش دهد. بانک گلدمن ساکس دومین بانک بزرگ آمریکاست. معتقد است برنامه ترامپ اوضاع اقتصادی را خرابتر خواهد کرد. برنامه من اقتصاد را قوی تر خواهد کرد. دانشگاه وارتون میگوید که برنامه ترامپ باعث کسری بودجه خواهد شد. 16 برنده جایزه نوبل گفتن که برنامه ترامپ موجب رکود اقتصادی می شود. Is that Donald Trump's plan would make the economy worse? Mine would strengthen the economy. 16 Nobel laureates have described his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. ترامپ این حرفا شعاری بود و دوروبریاش به او گفتن که این چیزا رو بگوید. من خودم به دانشگاه اقتصادی وارتون رفتم و استادان این دانشگاه معتقدن که برنامه من عالی است. برنامه من باعث رفاه و رونق اقتصادی خواهد شد. او هیچ برنامه‌ای ندارد و فقط طرح‌های بایدن را کپی کرده است. برنامه اینا فقط 4 تا جمله بیشتر نیست و هیچ برنامه‌ای ندارن. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan and it's like 4 sentences. Oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan. موجی مناظره در ادامه اشاره داشت اقتصاددانان معتقدند که اعمال تعرفه واردات به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. او از ترامپ درباره در نظر گرفتن تعرفه واردات با سوالی بله و خیر پرسید. آیا شما معتقدید که مردم آمریکا توان پرداخت هزینه‌های بالاتر را دارند؟
درام قیمت‌ها بالاتر نخواهد رفت. قیمت برای چین و دیگر کشورهایی که در پای ما فرو می‌کنن بالاتر خواهد رفت. ماشینیا صدها میلیارد دلار گرفتم. اگه تعرفه من خیلی بد بود چرا اینا منظورش هریس و بایدنه این سیاست رو لغو نکردن؟ China was paying us hundreds of billions of dollars and so were other countries and you know if she doesn't like them they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs but هریس بدون اینکه اشاره‌ای به کارهای مثبت تعرفه‌های ترامپ داشته باشه یا بگه چرا هنوز این تعرفه لغو نشده گفت دولت ترامپ با چالش عدم برابری واردات و صادرات روبرو شده بود عموما ترامپ و محافظه‌کاران دموکرات‌ها رو متهم به درجیب چینیا بودن می‌کنه اما اینجا کامالا هریس دست پیشو پس گرفت و گفت دولت ترامپ به چین چیپست فروخت او رسماً به اونا کمک کرد تا قدرت نظامی خودشون رو افزایش بدن. او به جای اینکه به فکر تقویت قدرت نظامی آمریکا باشه، به چین کمک کرد. او باید در زیرساخت‌های تکنولوژی آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد تا ما در صنعت هوش مصنوعی جلو می‌افتادیم. او حتی از رئیس جمهور چین در توییتر تشکر کرد. He ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military. Basically sold us out. پاسخ ترامپ به حرفای کاملا اولا چینی ها چیپست رو از تایوان میخرن کشور ما دیگه چیپست نمیسازه علتش هم سیاست های امثال ایناست منظورش لیبرال هاست البته او همه سیاست هایش رو نسبت به 4 سال پیش عوض کرده او امروز پیرو مکتب من شده حقیقتش رو بخوای میخواستم براش یک کلاه مگا بفرستم Make America Great Again آمریکا رو به دوران اوج بازگردانید اما اگر او رئیس جمهور شود همه سیاست هایش رو تغییر خواهد داد She's going to my philosophy now in fact I was going to send her a MAGA hat She's gone to my philosophy but If she ever got elected, she'd change it. ترامپ در ادامه گفت هریس یک مارکسیست است. همه میدونن که او یک مارکسیست است. پدرش استاد مارکسیسم در دانشگاه است و به دخترش خیلی خوب درس داده. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics and he taught her well. ترامپ مجددا به سراغ حرفای خود درباره هجوم مهاجران غیرقانونی رفت و اشاره داشت که ورود این 21 میلیون نفر به ضرر اقتصاد کشور است.